oh در راه تو که ارزشی دارد جان ما پاینده هستی اسلام ما در راه تو که ارزشی دارد این جان ما پاینده هستی اسلام ما بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم درس امروزي ما و كاست عنوان شناسایی كفرست است کفر در لغت چی را میگن و کفر در اصطلاح چی را میگن و کفر کدام اقسام دارن اینا رو فهمیدن برای یک انسان مسلمان بسیار ضرور است به خاطر از اینکه اگر آنتی ویروس نشناس اگر ویروس نشناسین متوجه هستین حتما ویروس در وجود انسان داخل میشه کفر و شرک یا که هستن مشکلش اینه است که اگر کسی رو نمیشناسه به شکل از اشکال در وجود یک انسان چی میشه؟ داخل میشه عمر را دلتان میگه که امیر اسمان اسلام روز و روز وقت گذشته از بین میره امیر اسمان یعنی نازک میشه و از بین میره که یک نفر در اسلام تولد شده ای جاهلیت نشناسه چرا که جاهلیت نشناختی؟ خود به خود یک کار از جاهلیت میگین حالا بسیاری مردم ها هست مثلا امیال ما شما که میخونیم امیال شاید در افغانستان روزانه یک ست نفر توسط فالبین و جادوگر یا کافر شده هم تو بیغم روز یک صد نفر کافر میشه لیکن نمی ست نفر کنجا کافر میشه نمیفهمه نمیفهمه که ما با این کارا کافر میشه این بیچاره کافر میشه و نمیفهمه و خوشحال آمه است و شاید خوب نماز هم بخوانه خوب تقوام بکنه شاید بسیار سرخواست سختی ها رو شاید از بسیاری گناه ها خود عفظ بکنه ولی چون نمیفهمه در روز قیامت میخیزه که چی هستی؟ کافر است در روز آخرت میخیزه چی هست؟ مشرک است و آیت قرآن میگه نعملک وقتی که تو مشرک شدی در شرک داخل شدی کل اعمال تو چی میشه؟ باطل میشه. کفر هیچ عمل فایده نمید. هیچ فایده نمید. مثل که یک نفر تمام روز در میره از صبح تا شام در وزارت از صبح برای یک مامور چای ببر برای یکی نان ببر برای یکی بر. نامش دازیری نیست آخر ما کل میره ماش گرفت داری بشت میگه میگه تمام افتا ما میگه تو آمدی آمدی نام تو دازیری نیست یعنی کسی که در شرک یا کفر مبتلا میشه امو نامش از آزیری اسلام کشیده میشه غیر آزاد خیر نه منفک هست دیگه هیچ نیست دیگه حالی منفک هستی تمام روز آمده میرو مامورین مگه بی خانه تا تمام روز بیا اونجا بر مامورین چای بیار نان بیار مکتوب آرام تا بالا بگردن آخر ما که شد ماش میگه ماش نداری خلاص اینی 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 خطر شرک و کفر است که آدم باید دنیا رو بشناسن اینال کفر در لغت چی است کفر در لغت به معنای انکار سطر و پوشاندن است مثلا وقتی که یک کسی یک چیز رو میپوشونه او رو کافر میگفتن حتی دهقانه میتونی بگی کلمه کافر رو برش استعمال کنی انزگاه لغوی فهمیدین در لغت عرب, عرب ها استعمال میکردن فهمیدین میدین کفار الکفار نباتوهو اتا در قرآن آمدن میگه کافر را نباتش چی و تخمشی تخمش می خوشش میامد نباتش سوره حدید آیت 20. اینجا کفار کی ازدن دهقانا یعنی هم از نگاه لغوی کلمه کفر کافر بر کافر برش استعمال میشه کافر چی مانا؟ یعنی به مانای چی؟ پوشاننده هر کسی که یک چیز را می پوشانه او را چی میگن؟ کافر میگن پس کفر به مانای پوشش است. خی... کفار چرا کافر میگن؟ میگه به خاطر از اینا که یا چی هستن؟ حق می پوشانه حق می یا میخین کارش میکنه یا رد میکنه یا نمیخواه که بفهمه این چیز و در اصطلاح اسلام علما کلمه کفر به اشکال مختلف تعریف میکنن مثلا علامه بیزاوی رحمت الله علیه در تفسیرش میگه که انکار ما علم ضرورتی میگه چی است کفر چیست است اما انکار آن چیزی که ضرورتا باید او فهمیده شود مثلا انکار چی است انکار انکار چیست؟ انکار پیغمبر، انکار قرآن، انکار نماز، انکار روزه این ها کل چیسته؟ وقتی که کس انکار میکنه اینی <applause> <تصفح> کفر گفته میشه و علامه ابن تیمیه رحمه الله میگه کفر عبارت از تکذیب نمودن رسول الله صلی الله علیه و به آنچه که خبر داده فهمیدین این میگه کفر است صاحب در المختار چی میگه میگه تکذیب و رسول الله صلی الله علیه و فی شیء مما جاء به من الدین ضرورتا تکذیب نمودن رسول الله صلی علیه در آنچه که از دینه و آن آنچه که رسول الله صلی الله علیه است و سنت است این این چی میکنه انکار میکنه و یا تکذیب میکنه این یعنی تعریفات مختلفی کردن آل کفر چند قسم است کفر میگن علما دو قسم است یکی کفر اکبر است و یکی کفر اصغر است کفر اکبر و اصغر چی فردارن؟ کفر اکبری است که یک نفر اگر و این می مرتکب میشه یا می عقیده را می داشته باشه این کاملا از دین بیرون میکنه از دایره اسلام خارج میشه این کفر اکبر میگن یعنی کفر بزرگ و کفر از غر میگن کفر کوچک یعنی یک کسی یک کار میکنه برش در شریعت کلمه کفر استعمال شدن لکن او از دین خارج نمیشه مثلا در حدیث شریف میگه که سباب المسلم فسوقون و قتالوهو کفر یعنی جنگ کردن به یک مسلمان چی هست؟ کفر است ای دفش نام دادنش فسخ است سببش فسخ است و قتال چی است <تصال> کفر است حالا مثلا این خو استعمال شد که والا این خو کلمه کفر برای استعمال شد این دو نفر جنگ کردند یک مسلمان خیس کرد مسلمان دیگه چی کرد جن. جنگ کرد یا یک گروه از مسلمان ها کرد یا یک گروه دیگه مسلمان ها چی کردن جنگ کردن آیا با این کافر میشه میگن نه ای چون گناهش بسیار بزرگ است کلمه کفر برش استعمال کردن لیکن انسان کافر نمیشه کافر گفته نمیشه خچور کلمه کفر رو برش استعمال کردم میگه به خاطر ازی که امو مقابل بفهمه که گناه ازی از کبیران هم کرده چی است بزرگتر است این حال مثلا یک گناه هست صغیره خورترک است سیست نه؟ یک گناه هست کبیره باز از گناه کبیره کرده یک گناه دیگه بزرگتر از کبیره از بدعت است باز از این کده بزرگتر مثلا بعض گناه های دیگه است که آدم برش بیخی کفر استعمال شده اما چیست بازی علما میگن که نه این کفر چیست از غر است آدم از ملت اسلام بیرون نمیکنه اما گناهش بسیار زیاد گناهش چیست بسیار زیاد است ایناله اقصا ای کفر اکبر علما چند قسم تقسیم کردن کفر که آدم بیخی از دایره دین میکشن اینه تقریبا علما میگن که پنج قسم داره چند قسم است میگه علما میگه دی قسم اولش گ... کفر کبیره یعنی کفر اکبر کفر اکبر علما میگن اول قسمش چی است کفر تکذیب و جحود است اول قسمش کفر تکذیب است یعنی کسی مرتکب کفر اکبر میشه که را از دین میکشه به خاطر تکذیب کردنش و به خاطر جحود یعنی انکار کردن از یک چیز تکذیب چی مانه؟ مثلا یک نفر پیغمبر را تکذیب میکردم میگه تو پیغمبر هیچ پیغمبر نیستی یا مثلا ملائکه رو میگه کری ملائکه نیستی کی میگه که ملائکه است هیچ وجود نداره ملائکه کوکی کی من بچشم نمیبینم پس چی کرد تکذیب کرد یا میگه به او بدری جنت نیست جنت نیست هیچ دوزخ نیست هیچ پیغمبر نیست اینا دلیل کفر چی میگن کفر تکذیب و جهود میگن یا مثلا یک کس نماز میگه نماز چی است برادر تو آمدی خود در نماز مصروف ساختی هیچ نماز مهم نیست کی میگن نماز بخون؟ این در دین نماز است. انیری کفر چی میگن؟ کفر تکذیب میگن که از نماز یا روزه یا از حج یا از زکات یا از جهاد یا از حجاب. ای برو بدر شما مست هستید. این حجاب مجاب ای در اسلام نیست. پس یا چی شد؟ اینا کفر چی میگن؟ کفر تکذیب میگن که بیخی از اون انکار میکنه. یکی است که مثلا یک نفر روزه نمیگیره؟ این گناه کبیره هست فقط فکر تان باش یک نفر روزه نمیگیره پرسش میگه چرا روزه نگرفتی حالا میگه که چی هست والا تنبلی کردم یک نفر بود خسارش به داماد خود میگفت که او مرد که چرا روزه نمیگیری او شما تو قسم چی میگه میگه مرا خدا زده میگه فال خدا زده چرا نماز نمی مرا خدا زده اینا میگفت که برای خدا زده خودش نماز نمیخوام لکن به خدازدگی خود چی میکرد؟ اعتراف اعتراف اما کافر اون میشه که باز باید که نماز چیست؟ نماز چی به درد میخوره؟ برو بیا در مردم در مریخ رفت و عالم خدا در نماز خدا مصروف شد اینه اینی که پیش بازی سبب چی میشه؟ یعنی این به معنی که نماز بر یک چیز به ارزش است او رو تکسیف میکنه که چی است؟ به درد؟ یا حج یا روزه یا زکات. با اکثر شما فیسبوک ها رو ببینید بعضی کسا همین گپا رو میگن. کفر چی میگن تکذیب میگن خطرناک است الله سبحانه و بر رسول الله میگه که و این یکذبوک فقط کذب الذین من قبلهم یعنی ای پیغمبر اگر نه تو را تکذیب میکنن بر تو میگن تو پیغمبر نیستی و تو را خدا نفرستاده و تو پیغمبر الله نیستی اگر اینا تو را تکذیب میکنن قبل از هم قبل از تو هم, هم کسایی بودن که اونا هم تکذیب میکنن پیغمبرای قبلی را دیگه قسم کفر کفر سرکشی و استکبار است کفر چی است؟ سرکشی استقبار. و استکبار میگنی کفر تکبر است یعنی بسیاری مردم ها که بسیاری کسایی که کافر میشن شیطان را چه کافر میسازه؟ غرور و تکبر در قلبشون چی میکنن؟ جای میده و اینه کفر تکبر میگن مثلا کفر استکبار و تکبر و غرور چیست؟ که یک نفر یقین داره که خالق وجود داره یقین داره که پیغمبر حق است لکن تکبرش اجازه نمیده که بپذیره مثل ابلیس شیطان این میفهمید که الله خالق مثلا در قرآن برای الله میگه که خلقتنی من نار و خلق خلقتنی من نار و خلقته من تین میگه که مثلا آدم مرا از آتش خلق کردی و آدم علیه السلام از چی خلق کردی از گل و خاک خلق کردی اینال اینجا ای یقین داره که ای خالقش الله است لکن امر الله را و شریعت الله را و قانون الله را به خاطر چی به خاطر تکبر قبول نمی کنه این کفر چی میگن کفر تکبر میگن حالا بسیاری کسا هست مغرور است بسیار متکبر است مثلا ابو جهل یا ابو لهب می آمدن بر رسول الله میگفتن که او تو را چطور فرستاده تو خودت یک طفلک یتیم بودی مادرتان فوت کرده بود پدرتان فوت کرده بود اگر یک کسی می بود که امی امی رئیس این قومی بود باز ما رو چی میکنیم؟ قبول داشتیم بنان ای در مقابل شخص پیغمبر چی میکنن؟ تکبر میکنن از بود نه ما تکبر ما اجازه نمیده که ما چی کنیم؟ ما به پیغمبر ایمان بریم یا به کتاب ایمان بریم حال بسیاری کسا شما دعوت بکنید نه؟ سری بسیاری کسا مغرور است بسیار سر خود چی میکنه؟ سر جوانی خود و سر قواره خود و سر از این مغرور شاید شیطانی مغرور میسازد که تو بایی این نماز کس نه او می نمازی مردم های آجز آجز می یک چهار تا توش صفیت میخونه لاغر لاغر است ما تو هستیم خود خب دیگه ما تو قوی هستیم ما تو توانایی داریم ما تو فلانی هستیم بازه اینو به شکل شیطانی ره و اساس تکبر چی میکنه کافر میسازه ایناله خب دیگه قسم قسم سیومش کفر شک و تردد است کفر شک و تردد چی را میگن؟ این کفر را میگن که یک نفر در خالق متعال در صفات خالق در کتاب الله در پیغمبر الله دی چی داشته باشه؟ شک و تردد داشته باشه بسیاری کساست چی می داشته باشن؟ و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا میگه اون نفر این با داخل شد خب ظالم آن بود چی میگفت؟ هیچ گفت ما کی باقی من از بین میبره؟ کی برده میتونه ایر از بین؟ تو تو از کی ای کس از بین ببره و نابود بکنه؟ این حاله چی شد؟ اما شک از ای در وجود خالق قوی و توانایی که این باغ از ایر از بین میبره ایده ای چی میکرد؟ شک میکرد این حال اکثر هم شما جوان ها متوجه باشین که دشمنای اسلام وقتی که جنگ فکری میکنن یکی جنگ مسلح هست یکی جنگ فکری جنگ فکری چه قسم است شما را در شک میبرد یک تعداد متخصصین شاندن که متخصصین چی میکنن 24 ساعت دمی چیزای اسلامی سرچ میکنن و یا وظیفه چی است 5000 دلار مارش از خوب زندگی داره خوب امکانات داره میگه چیکو یاد که وظیفه شده است ایجاد شک در قرآن قرآن هم میخونه 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 حالا میگه مردم که هستن یا خب یا را از یک طرف چی کن یا را مصروف بساز جوان ها رو تو مصروف بساز که یا 24 ساعت فیسبوک هست 24 ساعت خواندن هست 24 ساعت موسیقی هست 24 ساعت برنامه های مبتزل هست که مجرد اینترنت ها میره این ذهنن دمی چیزها چی کن مصروف بساز یکی کمی درآمد تو بیای رسال کنیم تو بیای رسال کنیم تو بیای رسال کنیم این روزش پیشین شد و پیشینش دیگر شد اینا یادمی حلقات در سال شما بسیار وقت‌ها بریم بسیار همیلا جوانا را سایه کنین یک چهار تا پیش از بلاگ شش تا بیا بچش در فیسبوک مینه تو بیا که عکس نشون بده تو بیا که ما چیز بسیار خوبش برای از شما تو بیا چه خلاص اینا له یا متوجه از نیستن که تو باش بریم قرآن رو بخونیم یا دین از ما چی تقاضا میکنه نه 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 از یک طرف مشغول میسازه از طرف دیگه که عالی آدم ها که مشغول شد قرآن رو نمیفهمه دلائل قرآن نمیفهمه، نمی فهمیده یعنی چیزایی که قرآن و سیرت و سنت برش گفته نمیفهمه وقتی که ذهنش خالی است از دو طرف عالم های کلان کلان از اونا چی میکنن؟ می برزی شک پیش میکنی شک می بردن. یک وقت ما در یک پانتون می و وقت افغانستان خوب بود افریقا وضعیتش خراب بود ما دو پانتون می دو پانتون ما هم سنفی های ما در که درس میخوادیم به اونجا از امریکا هم بودن از اروپا هم بودن از آسیا هم بودن از افریقا هم بودن باز همی آسیا که بودن آسیا و اروپا ها خوب استعداد داشت خوب درس هم ایفا خوب اول نمره سنف یک افریقایی رسل میکرد که بیچاره بسیار از نگاه استعداد ضعیف است اقه ضعیف است ایران میمونیم سبحان الله تو که چقدر ضعیف است در چانس سه کامیاب میشیم. بسیار پنجاه هم که می برد دو کمی نتای جیلان می که یا پنجاه می ما 90 می بردیم نوات می بردیم چند بردیم می بودیم در مزمون هم بودیم یا کمی ها می بردن. کامیاب می شد باز دولار را می دم دم, دم 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 رخص ما کامیاب شدیم یک قدر پنجاه هم گفتن برای باز یک چیزی که جالب بود برای بود که دستا وقتی که درس می یگان سوال های بسیار خطرناک می سوال بسیار خطرناک می ای سوال که میکرد ما ایران بیمادیم که خب توی استعداد از این که چقدر ضعیف است و ای سوال از بیبی چقدر قوی هست و باز در ذهن ما ایچی سوال نگشته هیچ هیچ توی سوال پیدا کرد باز من یک روز از استاد پرسار نمی افتم استاد من چیز گفتم من در تشویش انداخته گفت چی تشویش انداختید؟ من افتم استاد از نگاه درس که از ما خوب درس همه فهم ای الحمدلله اینجا ولی نمی فلانی چند تا سنفی های ماسی بیچاره بسیار تنبل هستند اینجا هم را رو بسیار سختی در چانس سی میگیرن ولی سوال از یا بسیار قوی هست این لطش چی هست؟ باز استاد برای ما است که شما استعمار زیاد کار نکده در منطقه از استعمار چی کده؟ زیاد کرده او منطقه وقت در افغانستان مؤسسات خارجی نبود انجوها نبود فهمید ای گپا نبود دیگر شما ای گپای میفی سوال سوال از این نیست این سوال اما مؤسسات خارجی میایه صد سوال دو صد سوال ایجاد میکنه در بین جوانایی رو چی میکنه؟ پخش میکنه باز اینا لی گپ گپ کیه؟ گپ از اونو مردم است الا حقوق زن در اسلام چرا نیست الا حقوق طفل چرا نیست الا حقوق فلانی نیست چرا 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 چرا, میگفتن باز وقت باز استاد بر شما گفت این یعنی حقوق زن این قسمت حقوق طفل این طرز است علت چی است علت چی است که اونو استعمار می اول مستقیما ترا نمیتونه که بیاید بگه کافر شد نمیتونه بگه تر... یک یعنی نفر که بیاید بگه کافر شد قطع سیلی در دانش میزنه سیسته؟ تو چی میگی؟ دفاع میکنی اما او چی چل جور میکنه؟ او میخواه که تو کافر بسازن مستقیما نه از یک مانور استفاده میکنه اون مانور چی چیست؟ اول می یک چند تا شک در وجود در, در ذهن تو داخل میکنه و تو جواب نداری اما شما دارید می فیسبوک ها کتب کسا چت میکنه نه یک نفر بر تاجل سوال میده که چرا تو را سوال چی چیزی قسم سوال تو جواب یاد نداری جواب که یاد نداری تو فکر میگین که والا جواب از وجود نداره سوال بسیار ساده هست چون تو جوابش یاد نداری بعد تو چی پیدا میشه شک پیدا میشه والا راست گفتی مرد راست گفت بعد از وقت وقتی که راست گفت تو شک پیدا کردی مثلا بعضی آیات قرآن قیچی, قیچی میکنن نصف میاره نصف دیگه شه قطع میکنه باز من اینه قرآن این میگه تو چون تفسیر یاد نداری که آیت مکمل بخونی بس بگی که در جواب سوال تو در آیت تکمیل کو هیچ سوال باقی نمیمونه او یک قسمت که قیچی میکنه بر تو میره تو که سهل میگه قرآن همه تو گفته مثلا کس من میگه و قرآن خو گفته که ولا تقرب الصلاه به نماز نزدیک نشه تو چرا نماز میخونی تو میگه قرآن اسم؟ اه اه اه. در فلانی سوره فلانی آیت نشست خود الله گفته که لا تقربوا الصلاه در نماز چی نشین نزدیک نشین اینا ل... اینا فرمی خود خود قرآن گفته نماز نخون نماز اله اما اگر این معلومات داشته باشه می که آیت مکمل بخونه که لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا شما وقتی حق ندارید در نماز نزدیک شین که شما چی باشین نشه باشین اینا ل آدمی که نشه هست و نماز خوانده نمیتونه متوجه شده این حال بسیاری وقتها اکثرا سوال از این رو که مستقیم یک کس آمده در برمه گفته ولی استاد در این قسمت من مشکل دارم خواه؟ گفتیم خب خواه ایسلام تو نگه؟ باز که برشمی جمعه باید گفتیم وی قسمت بله من رو میخواییم استاد شبهه هیچ خواه نمیبور این چی چیست؟ ذهنم است یک روز یک کس مرا گفت ما 13 سال در هلند زندگی کردیم یک سوال از جواب گفتن حتی سن بیخی در تشویش شک هستم گفتم چی گپ است این از ما یک کس پرسان کرد کمی الله انسان اول در قبر جزا می ده باز در دوزخ جزا می ده. ده, ده هم در قبر جزا می ده هم در روز قیامت جزا می ده من گفتم خو آسان گپ از جوابش گفتم مال ولایت برو هر کسی که محکمش نشده بوده توقیف می باشن. قبر مثل توقیف وارست وقتی که باز روز قیامت محکمه دایر شد باز فیصله نهایی چی میشه پس میگه که برو نالو چیکو برو یاد در جنت برو یا در دوزخ برو اینا نمی نفره که در قبر توقیف است و اونو میبینه این مثل که یک نفر در کجا هست مثل در ولایت توقیف نگاهش کرده میگه سفر که تا وقتی که روز چیت بیه روز محکمه بیه و بالاخره اما محکمه دایر شد و اونجا فیصله شد. او گفت والا همین 13 سال نمی کرد می زهری من نگشته بود 13 سال بیچاره وضعیتش در یک جمله خراب است این به سری وقتا چی میشه شک میشه یک گوندو آمده بود در یک صنف انجینری بودن برازی ها گفته که خو امی زمین آسمان کی جور کرده؟ اینال فرق از بین جور کردن و خلق کردن جور کردن این قسم است که خشت سمت امری جور میکنی خلق کردنی نیست که الله سبحانه و تعالی میگه از هارات شاه ان يقول له كن الله خالقش از خلقش این اینا خلق جور کردن انسان و خلق کردن خالق چی شد فرق پیدا کرد از انسان جور کردن است از خالق چی است خلق کردن است انسان وقتی که میز میخواد بسازه مجبور است برن چوب پیدا کنه بدون چوب می ساختن نمیتونه ارال مجبور از برای چوب بیارن فقط رو یک تغییر میته هرش میکنه چی شد والا چوب چی جو شد میز شد یعنی سه ما ساختم آفرین تو ساختی خالق چی قسم ما رو ساخته خالق متعال اذا اراد شيئا قول يقول له كن فيكون وقتی که الله برش یک شو و میشه خب آل اینجا این محسن این هم همه قدر یک محصول استاد گفت والا نمیشه پروفیسور است پروفیسور اندی است پروفسور گوپال تخلص میکنه خب دیگه گفت که ما را گفت که خالق شما آیا انجینیر هست در حالی که ما شما از دیدگاه اسلامی حق نداریم که خالق متعال نامی را که الله بر خود اختیار نکرده اون رو برش بدیم یعنی ما با شما نمیتونیم بر خالق بگیم دیزاینر است انجینیر است این صفات چی است انسان است بعضی کسا میخواد که تو لوکس لوکس استعمال بکنه را گفت که خالق متعال انجینیر است وا گفت این انجینیر نمی آسمان و زمین الله هست خب گفته خو خی خو خدایتان که انجینیر است انجینیر برق است انجینیر سیول است انجینیر ساختمانی است انجینیر چی است یک دفعه سبیا بند مانده بعد از او آمدن پیش ما گفتن استاد این یک سوال کرد ما کل صنف بند مانده ما گفتم بسیار خوب است یا گفتم جوابش آسان است گفتم اون پروفسور گوپال کس او اون دوست اون دو مشکل شانی است که همیشه خالق با انسان تشبیه میکنن چی میکنن تشبیه میکنن انال وقتی که خالق با انسان تشبیه کرد اینجا بر چی پیدا میشه مشکل اعتقادی پیدا میشه وقتی که چی شد خالقه که به مخلوق تشبیه کرد اینال فو فکر میکنه که همین خالق مثل مخلوق هست پس اینی عیب هایی که مخلوق دارید به کی نسبت میده و خالق مطال نسبت میده مثل بسیاری مردم هایی که کمی توسل به مخلوقات میکنن. این حال مثلا بود پرستار چی میگن؟ میگم ما پیش بود وقتی که میریم پیش یک اندو شما بریم میگم اما او پروالی کوی عبادت کرده ای او پروالی؟ باز خیلی بخ بوی خیلی ای پروالی بگوان پیش ازی چرا میری؟ باز میگه ای پروالی که است؟ میگه ای مرک کنکشن میکنم را از او چی؟ نه؟ لیو قربونا الالله باز ما پیش از میریم ای پیش از او میره چرا دلیلش؟ میگه خود به چی دلیل میری؟ چرا مستقیم نمیری؟ بازو دلیل میگه میگه ای خداوند کس؟ میگه ای مثل پاچا واردست تو پیش پاچا مستقیم رفته میتونی؟ تو میگی نه دفتر هم میدارم پیش کی میریم میرم پیش سکرترش میرم پیش رئیس دفترش میرم پیش یک کسی که رویدار باشه که مرا باز پیش از اون ببرم این هم میگه وقتی که پیش پاشا این قسم میری باید پیش خدا هم چه از امو از, از قسم بریم مستقیم رفتن نمیتونه. خب آن اینجا مشکل در چی پیدا میشه سعی کن مشکل در پیدا میشه که چرا پاچه ها نمیپذیره؟ نمی من مجبور هستم برم پیش یک کسی که اون مره دست مره ببرم بخاطر پاچه ها یا ظالم است هر کس قبول نمیکنه تا که واسطه برش نبری نمیپذیرید یا محتاج است کل کارا رو کرده نمیتونه مجبور است که سکرتر بگیره رئیس دفتر بگیره یک مقدار کارایش او انجام بدن انال ای پاچا یا محتاج است و ای هم یک صفت خراب است و یا ظالم است هر کس اجازه نمیده تا کو واسطدار نباشن پس وقتی که خالق به پاچاتش تشبیه کردی دو صفت خراب مخلوق به کی دادی و خالق متعال و این سبب کفر میشه خالق متعال میگه من رحمان هستم من رحیم هستم من به بنده خود قریب هستم و هر وقت که بنده من که من ارتباط بگیرم من خودم مشکلات قدیر هستم قادر هستم توانا هستم جبار هستم قوت خود دارم بنده من چی کنه مستقیما کتمه رجوع و سجود وقت طرف سجده کو به الله چی میشه؟ نزدیک, نزدیک, نزدیک میشین اینا لی واسه که پیش از او بری واسه او تر نزدیک بکنه سیستم پاچایی سیستم الهی مستقیم است دو وجه شو بخیس هیچ کد کس غرض نگی راستن سجده بکو به الله چی میشه؟ نزدیک, نزدیک میشی اینا وقتا وقت وقتا وقتی اونا شک ایجاد کردن شک ایجاد کردن این شک سبب از میشه که تو مشکوک میسازه در وجود خالق مطال تو مشکوک میسازه در قرآن میگه مثلا در قرآن یک نفر میگه در قرآن حقوق زن نیست ای چه حقوق زن نیست خب در کجا خواندی قرآنه والا ما قرآن در اکادمی لینن خواندی خب تو در اکادمی لینن قرآن خواندی اونجا برای چی گفته؟ اونجا برای در اکادمی لینن گفته که در قرآن حقوق زن نیست هیچ از زن در قرآن ذکر نامده قیما گفتم ببخشید می بیبی مریم نام کدام مرد بود چی مثلا مریم نام مرد است یا نام زن گفت نام زن است ما خبر داری یک سوره در قرآن به نام سوره مریم است ای بیچاره چون قرآن ها نخونده بعد از چی گفته شده یک روز یک کس یک به چی میگفت ما رو در شک منداخت آمد یک دفعه ما جوان جوان بودیم او بچه ها قرآن که در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود یک خروار وزنش بود یک خروار به ما بر تاریخ نشان بودم راستی آمده یک کسی از معارخی نشان کرده که قرآن که در زمان پیغمبر صلی الله بود اگر وزنش میکردی یک خروار میشد این قرآن که برای موتو رسیده این اگر بیاری نیم کیلو میشه یک خروار این مردم نیم کیلو ساختن آلمار هم یکی قرآن زمانم پیغمبر است بعضی جوان ها کموشه بدن بگن او ولد شد دادم شما بسیار به عقل مردم هستید بازی خوبی بودی جوان ها بسیاری وقتا کود جنجا علا من باز پیش ما می آمدن الحمدلله می دمیج مسائل عقلم زود کار میکرد والا که درسم صحیح نخوانده بودم نه در مکتب یاد چی مگلا کنم که نمی عقلم در فاز مسائل من چون ما مثلا سیرت خواندیم در سیرت میگه که قرآن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تخته های سنگ در شانه های شتار در تخته های چوب سیست در این چیزها نشته میشه سیست نه آلا بگی قرآن شریف در تخت سنگ نشته کو در یک تخت سنگ نشته کو قل هو الله احد و طولش کو ما گفتم مال اگر نشته کنی شاید از از, از او وقت یه خروار بود بیا ما بر تو سنگ ها بیارم که آلا ده خروار جورش کنیم گم خود سر محتوی قرآن خود تغییر نکرد محتوای قرآن تغییر کرد نه امو الحمدلله رب العالمین بود او وقت رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین در چی نوشته کردم در یک تخت سنگ نوشته کردم چون او وقت وسایل نوشتاری چی بود اینم وسایل کتابت چی بود پست شطور بود یا پست گاو بود پست گوسفند بود مردم استفاده میکردن سیز نه و تخت سنگ بود و مثلا امو جزء چیزای خرما بود چوبایش تخت تختای نه بود میکرد آل پیشرفت شد آل ما قرآن شریف در بین موبایل خود که موب... بعض موبایل هست که شاید امو کل ام حجم قرآن را کسایی کنیم چقدر است؟ یک جیبی بی الحمد الحمدلله مو الحمد است من تا وسیلی که دو نوشته شده ای چیز شده, چیز شده, چیز شده. ساده شده رفت ایران مثلا من کمپیوتر دارم من کمپیوتر مکز کامپیوتر خشر است نه؟ اوه چقدر. یا گونه تو اگه ببینی کامپیوتر ترک کرده این خیلی که کامپیوتر ترک داره این کار میکنه تک 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 کار میکنه از اون کامپیوتر چیه؟ آنها میگن نه کامپیوتر ما کس که این کامپیوتر چیه؟ اینا رو بعضی اینا شکوک از چی میکنن؟ یعنی کفر شکی است که اکثرا دشمنان اسلام بسیاری مسائل میاره بر شما وقتی که معلومات نداشتی فوراً چی میکنه؟ ده چی میکنه؟ شاید. یک روز یک نسلانی میگه

نیز بیشتر که بیشتر که پیش قرآن شما، مفتید که در کتابتان بکش کتابتان در کتاب از اون شده است که زن از درخت خورد باز به شواره خود داد به لعنت خدا سرزن زن چی شد؟ نازل شد از این خاطر عادات ماهوارشان به خاطر نمی است که ای از میوه خورده مفتم خواهی من رویت شد نه؟ لعنت هم شد و عادت ماهوار هم شد در کتاب شما شد؟ در کتاب ما گفتیم آدم و هوا را کی فریب داد؟ شیطان شایطان. شایطان. پس ملامت کی شد؟ در کتاب ما شیطان شد شما زن چی ساختین؟ شیطان ساختین از شما وومن رایت از از ما نشد باز چشمایش لقلا میبنید خب یک قسم از میبتم. آه یک فهم میدونی پس یکی از اقسام کفر چی است کفر شک و تردد او روز یک از دیگه برای من نوشته کرد من میگم شما مسلمان ها ما و نصرانی و کریستین هستیم ما بسیار از خون و از وحشت و از این پا نفرت داریم شما مسلمان ها خون زیاد خوش دارین خب تشکر خدای رو گفتم عکس چه برمان میتونی ببینیم چیسوس کرایس اکس عکس, عکس که بکشی عکس رنگشه. ایسا این مسیح که اونا عقیده دارن دکلش دا خار از خوناش سرکدگی است به تمام بدنش خون میره من افتیم خدای دار خون پر از باید تبا بودست مستوی لالای تو سیکو اینو این شاگرده ها؟ اینو شاگرده ایمان اینو گفتیم کل ما شیریم درس میخونیم پاک صفا و وضو کرده میریم ایچه این خلیصه از تو گفتم خدایت میشه یک عکس عکس رنگیشه برام روان بکنید عکس های رنگی عیسی مسیح شما دم چیز سکرایز نشتا کنین تمام عکس رنگی از چی است خون و آلوده از دیدستش می خورده ده می شده در صلیب ویزان است از این دستاش خون جریان داره از این خون جریان داره از, دار. از پایش خون از کالش یک قسمت چیزی هست خدای ما بسیار قوی است خب قوی است این می خاک در دستاش خورده هیچ چطور است نه بالاخره اینا چی میگن همیشه اینا هر وقت که تو دین خود قرآن تا خوب بفهمی و دین از اونها را مطالعه داشته باشی یعنی هم باید اول دین خود خوب بفهمه و باز بالاخره در مورد دین از اونها هم معلومات داشته باشی وقتی که داشته باشه دین سم من بک من فهم لید. هم تو چوب میشه کم تا ایران میمونه ایران اونو کوک است خانه کو کونه نمیشه اما خود کو کو نشده؟ نه رو انسان ساخته کو نشده؟ او رو که الله ساخته؟ کو نمیشه گفتم این شریعت الله این کونگی نداره اگر کونه است بگی نوشه الان البسری وقتا اونا از چی پیدا میکنن این گپاره؟ از 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 که ما شک شک میبردن شک قرآن شک ده پیغمبر

زن بیوان باشد خیلی تو تا داشت تو سی نه خود جوان پیدا میشه دیگه میشی بای عمل 25 ساله میشی همه بیست که 25 ساله شدی یک زن سال ساله برد میگیری اون بیچاره دو تا شویش فوت کرده تو شوی سی میش باش سیست؟ نه قول نه <applause> خو. خودم هم نه امکان نداره خب خدا مولا میگیره صوفیا میگیره دیندارا میگیره نه پیغمبر سن چند ساله بود که ازدواج کرد خانمش چند ساله بود ای چرا نمیگیره او چرا گرفت اینا او مردم در شک میپردن میگه پیغمبر شما نو زن گرفته سیست نه پس پیغمبر شما شهوتران بود العیاذ بالله میگن نمیگن صحیح نه اول وقتی که آدم مقایسه بکنه خب من 25 ساله هستم ای چه آماده نیستم که زن 40 ساله رو بگیرم خیلی پیغمبر چه 25 ساله بود زن 40 ساله را گرفت بخاطر که پی ای در جوانی خود فکر میکنه یه دیگه میگنی یک زنه که هجه ساله هم ساله باب بودن ای با خود فکر میکنه اما پیغمبر با عقل خود با شخصیتی زن و الله که برای از اون قسم رو تربیه کرده ام سلمه بسیاری از زنهای دیگی پیغمبر چند ساله بود ازدواج کرده چند ساله است ش ساله آلا کس به بر ما یه پیوست داد. چند سال است نه ولی مراسم. من پنج و یک سال استم دمی. عمل پنج و دو ساله میشم. بگید یک زن شش ساله بعد بگیرم. ما چون طرف خود سال میکنم. ما باش میم کال ما و شش سال و نان کالونه چی کنم؟ نان کالونه نان زیاد میخوری و سر ماتیر میکنی. مریض آمه هست کپ و کپ آمه هست سلفه هم زیاد میکنه او رو میبرستاد چرا نواسه شه برم نمید یک جوانی میکنی نواسه یک بیبی بی بی نواسه بی بی اینه اینال وقتی که پیغمبر بینی که امرای یک زنه خودش 54 و ساله و 53 و ساله ازدواج کرده که زن چند ساله 60 ساله پس اینجا معلوم میشه که اینجا مسئله شهوت نیست پیغمبر دیگه فکر میکنه که ای زن شست ساله یک کسی به بر ما باید باید بای استاد یک زن شست ساله امریکایی است سایز نی؟ بسیار پروفیسور است و دانشمند است اگر تو به امروز ازدواج بکنی ظاهرا خود استایش چملک است قواریش خراب است سایز نی؟ لیکن ای زن بسیار دانشمند است اگر این مسلمان شوه بسته دوست نفر دیگه که از چی میشه؟ مسلمان, مسلمان. اینجا باز من به خود فکر نمیکنم به چی فکر میکنم؟ به دین خود مسلمان. فکر باز من میگم خیر است برو سه امیش امیشه ساله ما قبول دارم اگر بر تو یک کس بگه که تو یک زن چل ساله است اگر تو را بگیری این ازدواج تو سبب از این میشه که بسته یک قری که کافر است چی میشه؟ مسلمان, مسلمان. 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 اینجا باز نظرت تو چی میکنه؟ تغییر میکنه باز میگه که نه خیرس خیرس. من می قربانی رو قبول میکنم اینجا مسئله دین است فهمیدی یا نفهمید اینا امی گپ چند فیصد مسلمان ها میفهمند؟ خیلی کم ها بسیار تعداد کمی مسلمان ها میفهمند. ها بفهمید صحیح نه اینا ای بسیار تعداد کم. چرا پیغمبر صلی الله علیه و چرا پیغمبر شما مثلا با امرای یک دختر جوان که بی بی عایشه هست با امرای کرد اگر برش بگویی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خودش ازدواج اختیار کرد سکو یکی اختیار است یکی مافوق اختیار است وقتی که پیغمبر اختیار داشت خودش 25 ساله بود زن چند ساله را گرفت 40 ساله را گرفت مسئله دین شد نیم دین در کجا تطبیق میشه در خانه نیم دین در کجا تطبیق میشه در خانه کت خانمت چه قسم رابطه داری کت مادر چه قسم ارتباط داری کت غلامت چه قسم ارتباط داری کت نوکر چه قسم ارتباط داری از خواب چه قسم بیدار میشی چه قسم مثلا چه قسم غسل میکنی چه قسم وضو میکنی دین دین شد نشد ها پنجاه فیصد دین در کجا تطبیق میشه داخل خانه است نه انال ای, ای پینجا فیصد دین عالی زن زنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته چل ساله و پینجا ساله و شست ساله یا خب کلش بعد از پیغمبر حتی بعض قبل از پیغمبر وفات کردن عالی نیم دین را که پیغمبر در خانه خود تطبیق میکنن ایده کی باید انتقال بده؟ باید یک زنه باشه که سنش پایین باشه آفزه قوی داشته باشه الله برش میگه بی عایشه صدیقه افتخار میکرد میگفت جبریل امین عکس مرا آورد برای پیغمبر نشان داد که ای پیغمبر کتزی ازدواج کو فهمیدی نفهمیدین پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر اطاعت الله وحی الهی است پیغمبر خو حق نداره دیگه کال وقتی که امر الله شوه بازو چی کنم تغییر بده مخالفت بکن پس پیغمبر سلام که تسیز دواج میکنه و ای خانمش که بیبی بی, بی عایشه هست یگانه دختر امی هست دیگه کلش بیوه هست مثل که پیشتر گفتم اتا بیبی خدیجه قبل ازی که با پیغمبر ازدواج کنه دو شوهر دیگه گرفته بود دو مرتبه بیوه شده بود ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امراضی چی کرد؟ اما وقتی که برازی شما ایناله. ما و شما کل ما و شما شاگرد زن یک روز ما یک جای گفتم بعضی گپا رو بسیاری کسا نمیفهمند ما گفتم می کل ملا مولوی و استادهای شریعت شاگرد یک زن هستن دستان گفتم دخترا چی میشه چی میگین استاد چی میگین گفتم ما هستیم نه نیستیم نه, نه هستیم چی سند داریم گفتم ما, هستیم؟ ما هستیم. باز که سهل البخاری داره عن عائشة رضي الله عنها بعض كل سيد مسلمة عن عائشة رضي الله عنها أبو داوود عن عائشة كل كتاب الحديثة حديث بعض كل ما أزكي يود قرفتهم خب وقت كي ازياك نفر من علمني حرفا فهو مولاي المولاي موش ما ما كيشد بيبي شد ناشد أستاذ ما شد ناشد این حال استاد پانتون پا استم استاد من بی بی است و من نصف دین از کی یاد گرفتیم؟ از یک زن یاد گرفتیم این حاله وقتی که این موضوع یک جوان مسلمان بفهمه در شخصیت پیغمبر شک پیدا میکنه؟ پیدا نمیکنه اینال برعکس از دشمنان اسلام چی میکنن اینال یکی از 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 از, از چی است کفر شک و تردد است عمل اکثرا مردمایی که از دین کافر میشن به خاطر چی کافر میشن شک برشان ایجاد مسیر خود تغییر بره. چرا به خاطر اینکه دین نمیفهمه یک جوان میگه من مسلمان بودم در فیسبوک نشه کردن من مسلمان بودم و من کافر شدم شما مسلمان ها بود پرست هستین در مساجدتان با را گذاشتین من گفتم تو مسلمان نبودی مسلمان نبودی دروغ میگی گفتم اگر تو مسلمان میبودی یک روز هم در مسجد داخل میشینی بفرماین سایی که در کجای مسجد ما کوکی یک عکس وجود نداره کدام مسجد از مسجد مسلمان ها رو شما داخل شدین که اونجا مجسمه باشن <تصفح> اما او رو با چی بازی داده؟ مفتم خب، فرق بین مجسمه رام و فرق بین مجسمه ایسای مسیح چی است؟ هر دوش انسان است او رام پرستش میکنه تو مجسمه که پرستش میکنی؟ عیسی <تصفح> مسیح پرستش پرست میکنه بر اون دو که بیشینه میگه چیسیس کرایز بیا چاد میه؟ او رام بھی اچھا آدمی تو اس کے لئے پوجا کرتے ہیں ہم اس کے گفتم تو اندو چی فرق است؟ گفتم لالا بازی خود دید این حالی در شک انداختن که در مسجد مسلمان ها چیست؟ بات بات است باتست. خواهی شما پو پیش کعبه سجده میکنه هفته هیچ مسلمان برای کعبه سجده نمیکنه مسلمان به کعبه سجده میکنه هیچ کس نمیکنه پشت این دیوال که استاد میشه می نمی دیوال نمی دیوال است نیست پشت از این نماز میخوانیم کی بر از این دیوال سجده میکنه هیچ کس قاعده کجا استاد چه پشت دیوال استاد نشه تا پشت کعبه هم که استاد میشه دیوال است نیست خب مسلمان دیوال وارس خو یام و هم سمیتیس. صحیح نه؟ قبله ماست خدای ما نیست روی خود طرف دیوال دور میتیم ما سر از بام بالا میشیم من گفتم من اجازه بدین با زینه من سر بام کعبه بالا میشه تو نرستی سر بامبز... سر شانای چیسیس کرایز بالاشو شو بگی اینه بیا عملا اگه تو اون دو اگه سر شانای بگوان پای خودم ماند نو پرابلم بیا سیدان زینه پیدا میکنیم تو سر شانای عیسی مسیح بالا بشی این سر شانای بگوان بشینه نه ما سر بام کعبه بالا میشیم خیست من سر قرآن پای من نمیمونم به خاطر که قرآن کلام الله هست سیز نه؟ اما سر قهوه پای ما میمانم به خاطر که قهوه مخلوق الله هست این هل بسیاری وقت ها ما شما در چی میپردن؟ در شک میپردن این وقتی که در وجود تو شک ایجاد کرد باز تو خودت با شکت خود به خود از دین فاصله میگیری این کفر شک و تردد میگن فهمیدین مقصده؟ یک قسم کفر کفر معانده هست کفر دشمنی هست اینال بسیاری کسا ایره کفر معانده هم میگن و کفر اعراض هم ایره میگن معانده و اعراض یعنی روگشتاندن بسیاری کسا والا ما فلانی ملا خوشم نمه ما به خاطر بدبینی فلانی شخص دین قبول ندارم اگر روز یک کس هم برچه والا استاد همی در این فلم ها بسیار مقبول معلوم میشید همی از دیدم که دیده مقبول نیست من افتاب کتم ازدواج خود نمی کنیم آن کتم ازدواج خود نمی من مقبول هستم یا بد قواره هستم برو از اگر ازدواج میکنیم سن قواره کسی که برو یک جوان خوب تو مقبول پیدا حالا از من خود درس یاد میگیره درس دیگه درس پشت قواری مالو چی سهل میکنی که قواریم خوشت میه یا قواریم تو هم کسی تو تو چیز نیستی به نظر خود بسیار خوبش معلوم میشی ها اول گفتم برو نسوار تا تو فکر بسیار دان نسوار بوی میته اگه من بودم تو خوش ما میداشی من رو بعضی هست کفرشان کفر چی کفر دشمنی هست آه بد بین مثلا آه من دشمن پیغمبر هستم چطور اعناد میکنن دشمنی میکنن شاید آل ما بسیاری کسا رو شاید یک مسلمان بد باشه منو به بد اخلاقی از مسلمان چی؟ بعضی کسا رو ببینید والله ما به خاطر مولوی سر در مسجد نمیرم مفتم خب به خاطر مولوی سیب نمیده والا خود حالا از دکاندار که سودا میخرید دیگه مانا نیست کل ما دکاندارو خوش داشته باش یک دکاندار بسیار چک بد اخلاق است دیگه جای سودا یافت میشه میریم سودا از پیش زبون این حاله بسیاری کس است ما به خاطر مولو. مولوی مفتم به خاطر مولوی سیب خوشت نمیده خانیش نرو مولوی سیب خوشت نمیده ده خانیش خانی خداست میشه به خاطر الله بی مولوی سیب خوشت اومد یا خوشت نامد تو نماز تبر بخور این خانه الله هست خانه شخصی کس نیست اما این چی هست بسیاری وقتا شیطان وسوسه میکنه بسیاری کسا را که مرا ملا صاحب خوشم مرا معزن صاحب خوشم نمیه مرا قاری صاحب خوشم نمیه مرا فلانی خوشم نمیه مرا فلانی, فلانی خوشم چرا خوشت نمیه چون در قلب لازی یک نوه چی هست عناد است دشمنی هست بدبینی هست این سبب چی میشه؟ میشه سبب کفر میشه بازی نمید دشمنی و بدبینی با خالق مطال با پیغمبر با این چیست و پنجمی قس قسم باز کفر نفاق است کفر چی است؟ نفاق است نفاق که باز خیر از کفر نفاق ها. انشالله و تعالی در افته آینده ما با شما چی میکنیم؟ باز بلدیتان درس میتون فهمیدین اقسام کفره؟ چند قسم است؟ پنج قسم شد نه؟ نم. کفر چی شد؟ نم. کفر تکذیب است؟ کی خوب یاد گفتن کمی جای بگویم باش ببینه با که خوب حافظه دارم آوضو بالله شیطان و بسم الله الرحمن الرحیم الله سبحانه و تعالی استاد بزرگوار ما را حفظ بفرمایی که برای ما روز یعنی با اهمیت ترین و با ارزش ترین درس برای ما گفتن که با برداشت شخصی ما یه است که واجب است بر هر مسلمان که این درس گوش کنه و بفهمه چون فاصله بین حق و باطل و کفر و ایمان در برداری ای درس و فهمیدن این درس استاد محترم ما امروز انواع کفر را ما بیان کردن در آغاز گفتن که کفر در لغت به معنی پوشاندن است پوشانیدن است حتی میتونیم که ما برای دهقان از دیدگاه لغایی بگیم که کافر یعنی چیزی را که مزرعه یا تخمه پوشانده ولی از دیدگاه استیلا گفتن کافر کسی است که حق می پوشانه و حق نمی خواهد بفهمه به مخاطر کسایی که با حق انکار می و از حق انکار میکنن به ما کافر میگیم بعد در قسمت از درشون استاد محترم ما انواع کفر برای ما گفتن که گفتن که پین و کفر وجود داره که کفر تکذیب است کفر جهود است کفر استکبار است کفر نفاق است و کفر عناد و یا دشمنی است که استاد محترم ما چهار نوع کفر بیان کردند با امرا مثالای بسیار زنده زنده مثالایی که جوانای دعوتگر یعنی استغنا میبخشه از بود علمی که اگر در مقابل اینا منادین انادین کسایی که با اسلام اناد دارن با احکام اسلام شک در جوامع اسلامی بین جوانا پخش نش میکنن این مثالایی که جناب استاد بر ما بیان کردن در حقیقت ما را غنی میسازه که جواب دندان چکن برشان بگوییم و از ایمان ما و از اسلام ما به شکل خوب دفاع کرده باشه جزاک الله دیگه خلاصی خیلی سید. کوچیکان هیچ بیانگی عادت مثلا خلاصی شب ببین اما قدری که توانایی داره من خودم مقایسه نکنید دیگه الان مثل ما ور مثلا 20 سال بعد دیگه مثل ما ور خدا می سال پیش مثل ما 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 ور نمیتون ما ور الهال قبی خدا به کت قیاس می خدا کت و قیاس نگو خدا فقط مطابق سنت اما اول خدا معرفی خاطر یک کسی هست میگه من های استاتیک از کلش بیسواده هست کسی که بیشتر جوالی است <تصفح> <تصفح> مثلا گندن فروش هست بیسواد هست یا مگه، یا بازی دادن در درس های خود میگه اگه پیش درس های یه که جوان که دوازده پاس باشه و دوازده را باشه یا محصل باشه یه میگه مگه قسمه نیست آدم هست مگه, دا مگه, مگه، بازی دادن تا کلمه را میگه فینال اول معرفی که مثلا ما که هستم باز خلاصی همی درسته که خودت برداشت کردی همون بگو نه کل برداشت های مرم ام چیزی که خودت از این درست خلاصیش چی برداشت کردی؟ مثل که استاد گفت <تصحال> بسم الله الرحمن الرحیم حمید الله هستم محصل سال چهارم پانزه تب پانتون البیرونی ولایت کپیسا درسی که امروز بود درباره کفر بود که یکی از مهمترین درس که باید هر مسلمان یاد داشته باشه قسمی که استاد گفت اگر انسان زمانی که الله را میشناسه باید شیطان هم در مقابل بشناسه یعنی اگه خوب بشناختی بعد هم باید بشناسی اگر نشناسی صد درصد او واقع میشه اگر انسان مثلا اگر یک طفل تا که از برق از آتش از اوجوش از یا شناسایی نداشته نداره زود خودم می سوزانه در برق می خدا در نتیجه جانش میگیره پس باید لازم از وقتی که طفل باید به طفل یاد داده شوه برق از دست نزنه یا از می و یا ای آب جوش است ترا سختان وقتی که شناخت باز خود از بود چی میکنه حفظ میکنه پس در دنیا در زندگی فیزیکی ما شما هم کارا رو میکنیم پس باید در زندگی معنوی چه چی چیز سبب سختاندن روح ما میشه چی چیز سبب سوختاندن همین روح و معنویت انسان میشه یکی از جمله چیزهایی که امروز خواندیم کفر است کفر یگانه یگ چیز مثل یک برقی است که انسان را از بین میبره روح انسان از بین میبره پس انسان باید ایره بشناسه تا ای که خود از ایش افز بکنه و درس چیزی که برداشت کردیم کفر در لغت چی معنا کفر در لغت به معنای به معنای پنهان کردن است یعنی هر چیز را که پنهان کنی کفر گفته میشه اگر به دقیقان کافر بگویم یعنی در لغتن کافر گفته شوا یعنی پنهان کننده چون که تخمه در زمین پنهان میکنه و, و کفر در اصطلاح که ما شما در اصطلاح دین استفاده میکنیم کفر به معنای پنهان کردن عقیده اسلام پنهان کردن حقیقت که مثلا حقیقت و حیمان انسان پد بکنه یعنی کفر گفته میشه که کفر دو نوا بود دا دا بزرگ که کفر اکبر و کفر هزغر که کفر اکبر همون کفر است که یعنی انسان وقتی که یک کار بکنی که بیخی از دایره اسلام خارج شوی کفر اکبر است که انواع شنال می خانم و دوم کفر از است که انسان با انجام دادنش انسان در گناه واقع میشه مگم از دین خارج نمیشه پس چرا پس کفر ازغار گفتن؟ بخاطر از کفر از غر گفتن به خاطر از این کفر از گفتن که انسان متوجه شه که یعنی از گناه کبیره کردم بالاتر از که انسان متوجه باشه که عمل انجام نده در حال که انسان از دین خارج نمیشه و کفر اکبر باز پنج نو است از جمله انواع کفر اکبر کفر اولش تکذیب است یعنی یک چیز بیخی کاملا انکار کنی یک نفر مثلا میگه که هیچ خدا تو به نام وجود نداره یا مثلا هیچ پیامبر وجود نداره اینی است کفر تکذیب کاملا انکار کنی دوم دوم نو،, نو کفر کفر استکبار سرکشی است یعنی انسان به سبب سرکشی و غرور که داره یعنی گپ قبول نکنه مثلا ابو جل میفهمی که میگه وجود داره من قبول نکنی میفهمی که مثلا ابو جل میگفت که من میفهم که تو پیامبر هستی اما قبول نمیکنه به خاطر چی سرکشی و یا یعنی مثل کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفهمید که پیامبر حق است میگم به سبب غرور تکبر که داشت پیامبر قبول نکردی کفر استکبار و نو کفر کفر شرک تردد است کفر شرک تردد است که شک و شک و تردد شک و تردد است که وقت که انسان یعنی یک چیز را میفهمید که مثلا خداوند متعال وجود داره پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است و احکام اسلام هم میفهمی اما در شکم که شک انسان برد یک کم شک انسان چه میسازه از دایره اسلام خارج میسازه و از چهارم کفر معانده یا دشمنی یا کفر عراض است که یک حکم اسلام از سبب دشمنی انسان چی نموکنه؟ قبول نکنه یعنی به دشمنی که داره مثلا یک با فلانی به خاطر فلانی ملا به خاطر فلانی کس این کار انجام نمیتم مگم به خدا یعنی در, در نظر نباشه به خاطر دشمنی یک کار قبول نکنیم کفر نه و آخر شک باز در درس آینده با خیر میخوانیم کفر نفاق است که بس تشنه نشه بزا کنم عوض الله حمد شیز الله اسم من محمد عصف هست متعلم هستم الحمدلله که امروز الله متعال توفیق داد امروز در این درس حاضر و یک یک سود بسیار بزرگ را ببریم و یک انصور مهم در ایمان را بفهمیم که ما را الحمدلله استاد محترم از مصطفی مستفید ساخت و بحث مهم کفر است که انواع خواندیم و تعریف لغوی و اصطلاحی خواندیم و امی با شکل بسیار مفصل در موردش معلومات پیدا کردیم که در اول کفر گفتیم در لغت به معنی پنهان کردن یا مخفی کردن است و لغت هم برای یک دیخان یا کسی که امید برز را پنهان میکنه استفاده کنیم و در اصطلاح نظریات علمای مختلف در این بار دانستیم الجمله ابن تیمه رحمه الله که فرموده بودن کفر وقت واقع میشه یک شخص با آن چیزی که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده است او را انکار کنه یا تکذیب کنه در امای کفر گفتیم که کفر دو نوع است کفر اکبر و کفر اصغر کفر اکبر آن است که یک شخص مستقیما از دایره اسلام خارج می شود و کفر اصغر کفری است که یک شخص از اسلام خارج نمی کند اما به خاطر نشان دادن شدت او گناه و دانستن که او گناه بسیار یک گناه عظیم است و یک عمل بسیار نادرست است نادرس در لفظ کفر استفاده شده است و کفر اکبر طور خواندیم به پنج قسم تقسیم می شود کفر تکذیب یا دروغ دانستن یا قبول نکردن است کفر دوم کفر سرکشی و استکبار و تکبر که به خاطر همی نفس خود یا به خاطر تکبر شخصی یک شخص قبول نمی کفر شک و تردید تردید و شک کردن در امورات که ذکر شد که در صد محترم بیان کردن کفر معاده بغض یا دشمنی به خاطر علاقه من نبودن به یک انصار در دین یا ناپسند بودن در نظر قبول نکردن اما در طب دل یک شخص باشه باشه خاطر امی انسان کافر می شود یا, یا کفر می برزد به همون و انصار پنجم که بیان کردن و امروز نخونده بوده کفر نفاق می بسم الله الرحمن الرحیم قد بدین صادقی را سم یکی از فارغین دانشگاه البیرونی یک سال قبل فارغ شد خدا من در را سپاسگزار گذار از در حلقه درسی از جناب استاد ما دوستان چیزی رو یاد میگیریم موضوعی رو که امروز یاد گرفتیم از کفر و قبل از که موضوع کفر برداشت خود از اشاره کنم یک شعری که بسیار علاقه دارم و به خصوص به تو مجالس میخواند یا میخوانم میگه آسمان سجده کند به هر زمینی که در یک دو کس یک دو نفس به هر خدا بنشیند و موضوع از که کفر چیزی را که امروز یاد گرفتیم از استاد بزرگوار این است که کفر در لغت به معنای پوشانیدن است از حق کسی که حق را در حالی که میدانه و ایر قبولش نمیکنه ایر کفر میگن مثلا وقتی که یک دیقان گندمه یا جوری یا هر چی که باشد می پوشونند است که معلم میکنه خاک سرش مه ای را از دیدگاه دیقانی کفر میگندش و کفر به دو قسم است یکی کفر اکبر است و یکی کفر اصغر است کفر اکبر به او کفر گفته می شود که انسان از حلقه اسلام خارج می سازد به انجام انسان از حلقه اسلام خارج می شود و کفر اصغر کفر ای ست که انسان از لق اسلام خارج نساخته ور ناهار می و کفر اکبر پنج قسم بود ی ازی ک کفر جهود است و دی فر جهود ست ک انسان میداند اسلام حق مبر و قبولش نمین دروغمین منند ابوجیل ابولحب و الم کفر استکبار ای ک انسان د مغرور میدان و اعمال, اعمال را که اسلام گفته ایر انجام بده نمی سر خود می بالا. و کفر شک و تردد ای است که انسان در شک می بعضی مثلا سوالات ایجاد میشه چرا پیامبر سب نوزن گرفت چرا اینطور نشد چرا اینطور نشد این تو توسط الفاظ نادرست انسان از اسلامیت میکشه و کفر معانده و سرکشی است که با, با احکام خدا منت انسان سرکشی میکنه تطبیقش نمیکنه و او را نادیده و نادرست میدانه بش. و کفر نفاقی و درس آینده است